سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص آزمون فرض برابر بودن میانگین دو تا نمونه با هم صحبت بکنیم منظورم از دو نمونه این هستش که فرض کنیم من یک نمونه رو دارم به نام نمونه A و نم... یه نمونه دیگه ای دارم به نام نمونه B این نمونه های تصادفی هستن که از دو جامعه یا یک جامعه گرفته شدن بر فرض من یه جامعه به اسم A دارم و یه جامعه به, به اسم B دارم حالا این میتونه جامعه مثلا دریاچه A، دریاچه B، دانش آموزان مدرسه A، دانش آموزان مدرسه B، شه، مردم شهر A و مردم شهر B یا سیستم A و سیستم B باشن. خب من میخوام ببینم که آیا میانگین این دوتا جامعه با هم تفاوت دارن یا نه. ببینین میانگین نمونه ها رو نمیخوام را. ناکنی الان اگر من از تابع افریج اینجا استفاده کنم و میانگین ستون A رو برای زمان A بگیرم میانگین زمان 391 هستش و اگر دو واسه جا... نمونه B همین کار رو بکنم بیام این نمونه رو میانگینش رو بگیرم میبینم 376 هست به این میگم میانگین نمونه ای. میانگین این نمونه ها اما آیا میانگین زمان سیستم A با میانگین زمان سیستم B متفاوته و سیستم B کمتر هستش اینو ما میخوایم ببینیم تو کل کارکردش چطور بوده این فقط یه سری نمونه هایی هستش که تو برای این دوتا سیستم انجام شده تمام داده ها نیستن به خاطر من از طریق این نمونه ها میخوام ببینم آیا تفاوت وجود داشته واقعا یا نداشته برای این کار ما از آزمون فرض برابر بودن میانگین ها استفاده میکنیم و فرض صفر رو در نظر میگیریم که آیا میانگین ها با هم برابر هستند یا نیستند و فرض اچ که فرض مقابل اون هستش میگیم که برابر نیستند و اگر این فرض رو قبول کردیم میتونیم بگیم که میانگین های دو جامعه با هم برابرند و اگر این فرض رو رد کردیم میتونیم بگیم که میانگین های این جامعه با هم برابر نیستن حالا اگر برابر نبودن میتونیم این فرض رو داشته باشیم آیا میانگین جامعه یک بزرگتر از میانگین جامعه دو هست اگر این رد بشه چون میانگین نمونه بزرگتر بوده بر اساس آزمون یه طرفه میتونم این کار رو انجام بدم اینجا نشتا این دو طرف است و این یه طرف است خب. بر اساس آزمون فرضی یه طرفه میتونم این نتیجه رو بگیرم که میانگین یک بزرگتر از میانگین دو بوده و اگر اینا برعکس بودن میانگین مثلا جامعه یک کوچکتر از میانگین جامعه دو بودش میتونستم این یکی فرض رو یک رو در نظر بگیرم خب ببینید آزمون های فرض یک روش آماری کلاسیک هستش که خیلی کاربردیه امروز ما توی مخصوصا کامپیوتر این رو به عنوان آزمون ای بی میشناسن تست ای بی میشناسن میان چیکار کار میکنم میگم آقا من یه سیستمی رو داشتم و میام روی این یک سری توسعه می انجام میدم هزینه بر هست اگر من این توسعه رو انجام بدم آیا واقعا میانگین زمان کاهش پیدا میکنه میان آزمون A بی رو انجام میدم میگن سیستم قدیمی این بوده من توسعه دادمش به سیستم B و به این نتیجه رسیدم حالا میان ببینم آیا واقعا کاهش پیدا کرده یا نکرده البته توسعه میتونه سیستم متفاوت باشه مثلا من یه سیستم قدیمی A دارم و یه سیستم جدید B رو خریداری میخوام بکنم و حالا میام این میانگینها رو در نظر میگم بر اساس این مواردی که گفتم ما آزمون ها رو به صورت متفاوت برگزار میکنیم اگر هر دو تا نمونه از جامعه های نرمال متفاوت گرفته شده باشن مثلا جامعه سیستم A وجود داره سیستم قدیمی A وجود داره و یه سیستم جدا بخوام بخرم به نام B و بدونم که و بدونم که جامعه من از توضیح نرمال پیروی میکنه اون وقت میتونم از زد استاندارد استفاده بکنم و آزمون نرمال با فرض نرمال بودن رو ببرم به شرطی که واریانس جامعه هم رو بدونم که این مورد خیلی کم پیش میادش و فقط میتونیم بگیم که تو هایی هست که من توضیح میدونم واریانس هم, هم, میدونم ولی خب من مورد بیشتری که استفاده میشه اینه که من شاید توضیح ندونم ولی تعداد نمونام بیشتر از سی باشه میتونم از آزمون فرض تی استیودنت استفاده بکنم ببینید توی آزمون فرض تی استیودنت جامعه نرمال هم مورد در نظر گرفته میشه اما چون بیشتر از تعداد سی تا نمونه گرفته باشیم باز هم میتونیم از این آزمون فرض تی استودنت استفاده بکنیم با فرض واریانس ها نامعلوم هستند حالا واریانس نامعلوم باشن من میتونم دو حالت داشته باشم نمیدونم واریانس ها چقدر هستن اما میدونم این دوتا با هم برابرن مثلا میدونم که دوتا سیستم شبیه هم هستن و پراکندگی زیادی نداره بخواهیم واریانس ها با هم برابرن اما اینم کم پیش میاد خیلی وقتا من نه واریانس رو میدونم نه میدونم آیا برابرن یا نیستن میدونم تفاوت دارن که اون وقت از آزمون تی استودنت با دانستن اینکه واریانس ها نامعلوم و نابرابر هستن استفاده میکنیم خب پس من تو شرایط کلی بیشتر از این حالت استفاده میکنم که حالت سه هستش که میدونم که در واقع تعداد نمونم بیشتر از سی بوده با سر کدوم از جامعه ها و واریانس ها رو نمیدونم چی هستن و نمیدونم که برابرن یا نیستن و به خاطر همین نابرابر در نظر میگیرنشون حالت بعد این هستش که من سیستم ای رو داشتم حالا اومدم توسعه دادم همون سیستم همون فراینده همون دریاچه همون کلاسه همون جامعه است اومدم یه سری کارا روش انجام دادم و بعد از یک زمانی اومدم نمونه رو دوباره گرفتم حالا میخوام ببینم آیا تفاوت ایجاد شده یا نه متوجه شدیم که از آزمون های استفاده حالا چطور توی اکسل انجام بدیم. ما میتونیم این کار رو بر اساس فرمول های اکسل تو قسمت آماری استفاده کنیم و انجام بدیم اما یه راه خیلی ساده ترش استفاده از دیتا آنالیز اکسل هستش این تولز رو اگر نمیبینین توی تب دیتا تو اینجا نمیبینیم باید بیایین تو قسمت فایل آپشنز توی قسمت ادینز اینجا گو رو بزنین و این دوتا چک باکسشون رو بزنین و اوکی کنین و بعد اینجا تولز دیتا آنالیز رو میبینین وقتی این رو بزنین توی اینجا میتونین بیاین ببینین که ما چهار تا حالت باسه آزمون های فرد یا در واقع تست ای بی داریم آزمون ای بی داریم اولیش همون زد تست هستش که زد تست اگر اینجا روش کلیک کنین اوکی کنین میبینین که میگه رنج مربوط به نمونه اولت رو انتخاب کن توی دومی هم میگه نمونه مربوط به رنج دومت رو انتخاب کن که میشه ستون A و ستون B و بعد میاد میگه آقا فرض تفاوت میانگین چی هست ببینید اگر برابری رو در نظر بگیریم اینجا باید صفر بذاریم اما اگر بخوایم بگیم آقا این اختلاف رو میدونیم به اندازه مثلا دو تا سه تاس اینجا عدد دو یا سه رو میذاریم و اینجا باید واریانس هایی که میدونید رو بنویسین خب حتی نمیتونین اینجا مساویه با یه دونه سلول دیگه قرار بدیم بعد اینجا بدونیم واریانس رو و عددش رو وارد بکنیم و بعدا اینجا میتونیم گزارشتون رو استخراج کنیم به خاطر این گزارش شبیه هم هستن من فقط اونایی که مهم هستن رو تا آخرش میرم خب دومین حالت دو تا نمونه من دارم تی تست یعنی حالت دو نمیدونم واریانس ها چقدر هستن و اما برابرن ایکوال هستن با فرض برابر بودن واریانس ها پس من واریانس رو نمیدونم اما میدونم برابر هستن که از این استفاده میکنم میگه رنج دامنه مربوط به نمونه اول دامنه مربوط به نمونه دوم تفاوت میانگین ها و آلفا درصدت که حالا جلوتر میگیم خب و حالت سوم که گفتیم بیشتر کاربردی هست این هستش که من واریانس رو نمیدونم و نمیدونم هم که برابر هستن یا نیستن یعنی t test to sample assuming unequal variance پس من اینجا این رو اوکی میکنم میگم که رنج اولم مربوط به A هستش A ستون A کنترل shift پایین رو مثلا انتخاب میکنم و برای نمونه دوم ستون B هستش میام اینجا با کنترل شیفت پایین B رو هم انتخاب میکنم میشه B2 تا B76 و اینجا تیک لیبلز رو نمیزنم به خاطر اینکه من A1 و B1 رو انتخاب نکردم که لیبل های سرستون های من هستن تفاوت بین دو میانگین رو فرض این هستش که صفره پس عدد صفر رو میذارم آلفا درصد بهش میگن سطح بحرانی یعنی تا 5 درصد من بتونم خطا داشته باشم یعنی با اگر من بیام فرض صفرمون که این دوتا با هم برابر هستن رو بپذیرم احتمال اینکه اشتباه این فرض رو پذیرفته باشم 5 درصد هست اگر میخوای این اختلاف کمتر بشه باید این آلفا رو کوچیک‌تر کنیم مثلا یک درصد فقط احتمال داره که من خطا داشته باشم و مثلا اینجا حتی میتونیم کوچیک‌ترش کنیم تا یک درصد ولی تو کارهای آماری تا 5 درصد اختلاف رو میگن اوکی هستش و آلفا رو اصولا 5 درصد در نظر میگیرن خب میگم گزارش من رو توی تب جدید به من بده اسمش رو میذارم تی تست و اینجا اوکی میکنم میبینید که یه دونه جدول واسه من درست کرده که میاد میگه متغیر اول میانگینش چقدر بوده متغیر دوم میانگینش چقد بوده واریانس هاش رو حساب کرده تعداد نمونه ها رو هم اینجا قرار داده و بعد اومده گفته اختلاف که واسه آزمون در نظر گرفته صفر بوده یعنی من اومدم آزمونم رو گفتم آیا این دوتا با هم برابر بودن یا نبودن به خاطر همین اختلافشون باید صفر باشه درجه آزادیش 138 که مورد آماری هست ببینید ما یه دوره کامل در خصوص آزمون های فرض و براورت های فاصله ای داریم توی سایت دیاکو کام که میتونید توی قسمت ها آنلاین اون رو مشاهده بکنیم بخاطر من این دیگه اینا رو کامل توضیح نمیدم مقدار آماره تی تست من 94 صدم به دست اومده من باید این مقدار رو با مقدار بحرانی تی مقایسه کنم این دوتا رو وقتی که مقایسه می کنم اگر مقدار تی من کوچیتر از تی بحرانی بود اون وقت باید بپذیرم فرض صفرمو پس در حال حاضر چون مقدار نه دهم ده از یک و شیشته هم کچیکتر هست فرض H0 اکسپت میشه به خاطر اینکه این از این کچیکتر هستش و فرض H0 چی بود؟ یعنی این دوتا با هم برابرن با توجه به اینکه این میانگیرش 391 هست و اینم 376 هستش این توی نمونه ها داره تفاوت رو نشون میده اما توی جامعه سیستم A و سیستم B میانگین های زمانش برابره و من نباید این هزینه رو بکنم که برم سیستم بی رو خریداری کنم چون از لحاظ آماری این تفاوتی نداره اگر فقط بر اساس زمان دارین تصمیم گیری میکنم پس این میشه تی تست من برای دو تا نمونه ای که از دو جامعه متفاوت اومدن حالا اگر من همون سیستم A رو داشته باشم اومدم اونو ارتقا دادم اومدم اونجا یه سری کارهای بهبودی روش انجام دادم میخوام ببینم آیا زمان مثلا کاهش پیدا کرد یا نکرده چون جامعه من تفاوت نکرده باید از آزمون تی استودنت جفت استفاده بکنم برای این کار کافیه که بریم تو تب دیتا دیتا آنالیز توی اینجا پیر تی تست رو باید انتخاب بکنین و بعد اوکی بکنین اون وقت مثل قبلی من دوباره ستون A و ستون بیم رو انتخاب میکنم مقدار آلفا همون 5 درصد خوبه مقدار تفاوت میانگین ها هم صفر میذارم و حالا توی یک شیت جدید میگم پیرت تست خب پس توی آزمون جفت من دو تا جا یه جامعه دارم اما رو جامم بهبود دادم و بعد از یه مدت زمانی دارم نمونه گیری دوم رو انجام میدم خب تو اینجا میبینیم که تقریبا همون داده ها رو داره اما مثلا اینجا اومده ذریب همبستگیش رو در نظر گرفته که منفی 14 هستش حالا با اینا کاری نداریم اومده مقدار آماره تیم رو به دست آورده که 84 هستش و مقدار بحرانی که برابر هستش با این قسمت ببینید این یک طرفه هست مقدار بحرانی دو طرفه هم داریم اینجا اومدم گفتم که دو طرفه چی بودش توی اینجا گفتیم اگر فقط تفاوت با سمون مهمه یعنی آقا کاری نرم کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره فقط میخوام ببینم که آیا اینا مساوی هستن یا نیستن اون وقت دو طرفه رو باید در نظر بگیریم توی تی تست هم همینطور باید فقط دو طرفه رو در نظر بگیریم اون وقت اما اگر واسه مهم بود که آقا وقتی که میگم این دوتا با هم برابر نیستن چون این از این بزرگتر هستش نتیجه میگیرم که میانگین A بزرگتر از میانگین B باشه باید از یه طرف حساب کنم پس الان کن اینجا 8800 به دست اومده این 88 صدام از یک ماهز 66 کوچیکتره پس میتونم بگم که آقا تفاوتی وجود نداره و فرض H0 پذیرفته میشه فرض H0 در واقع رد نمیشه و من نمیتونم بگم تفاوتی وجود داره بخاطر این آقا شما که اومدی بهبود دادی روی سیستم A تو و به سیستم B رسیدی تفاوت زمانی رخ نداده و اون کارها خوب نبوده و کافی نبوده حالا اگر بخوام یه طرفه در اینجا دو طرفه هستش تا اینجا که بودش حالا اگه بخوام یه طرفه در نظر بگیرم اینجا اینجا فرض کنید عدد مثلا یک و هشته هم به دست اومده باشه چون این یک و هشته هم از یه طرف بزرگتر هستش پس فرض صفر یه طرف رد میشه اینجا این رد میشه و فرض h که یه طرفه قبول میشه یعنی آقا میانگین ای بزرگتر از میانگین بی هستش ولی فرض دو طرفه این رو رد نمیکنه چون یک و هم از یک و دهم ده کوچیکتره یعنی تو حالت فرض عادی من میتونم بگم که تفاوتی وجود نداره و این دوتا مساوی هستم این اختلاف وجود نداره پس اینجا این مرزها مهم میشن این قسمت ها و ما چون نمونه گیری مثلا اینجا روی 75 تا دیتا ما داریم تصمیم گیری رو میکنیم شاید مثلا بگیم که خب داده رو زیاد کنیم هزار تا بکنیم آره هزار تا اوکی هست بهتر میتونیم نتیجه گیری کنیم ولی همیشه نمیتونیم این همه داده جمع بکنیم و هیچ وقت هم اصولا نمیتونیم همه جامعه رو بیایم اندازه گیری کنیم ببینیم تفاوتش چقدر بوده بخاطر اینکه اکثر جامعه ها نامحدود هستن فقط جامعه های متناهی رو میتونیم این کار رو انجام بدیم خب این میشه آزمون های فرض توی اکسل توسط توز دیتا آنالیز ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت دیاکو دات کام، کانال یوتیوب دیاکو ltd دی و کانال تلگرام دیاکو ltd دی مراجعه بکنید.